استاد سلام، حال احوالتون چطوره؟ خب الحمدلله الحمدلله. هی ما میخواییم بریم سراغ سوژه های جدید، اما این شیخ فری دوباره خودشو میندازه وسط، یک کشک به هم میبافه. ما مجبور میشیم هرچی بافتر رو براش بشکافیم. این تیکه رو ملاحظه بفرماییم. البته همه ما میدونیم که تعطیلی ها، محدودیت های شدید راه حل اصلی مشکل کرونا نیست. مشکل کرونا صرفاً از طریق تغییر سبک زندگی به وجود خواهد آمد. زرش این شیخ شیاد یه ساله که داره مردمو میفرسته روی میدون مین کرونا، بعد تازه اومده میگه سبک زندگیتونو عوض کنین. بگی منو. یعنی طبق معمول همه کاسه کوزه رو بر سر مردم میشکنه. ای لعنت بر تو. البته مردمم خوب میدونن که برای تغییر سبک زندگیشون اول باید آخوندها رو بندازن تو سدل زباله، بعد با یه لگد نرم و ظریف بندازنش ته دره. حالا بعضی از رسانه‌های خارجی پول میگیرن آمریکا رو تطهیر میکنن، اما یه عده مجانی دارن آمریکا رو تطهیر میکنن به خاطر اینکه به دولت صدمه بزنن، به خاطر اینکه فضا را برای انتخابات 1400 بابا حالا 1400 مونده، هنوز انتخابات مونده، اشکال نداره برای انتخابات خودتون هر کاری میخواید انجام بدید، اما ایجاد روحیه یأس در جامعه خیانت ملی است. ایجاد یأس، یأس رو در جامعه ترویج ندید. یارو که تا 2 دقیقه پیش داشت درباره کرونا حرف میزد، ولی نفهمیدیم چی شد یهو با باند رقیب شاخ به شاخ شد. وقتی زمین صفر میشه همینه دیگه، شاخ بازی گاوام شروع میشه. این شیخ فری میخواد از فرصت استفاده کنه و حسابای تسویه نشدهش با دلواپسا رو تسویه کنه. از اون طرف تو استبل ولایتم قوقاییه. که این رفتارها و دوگانه سازی هایی که دولتی ها شروع کردن، بحث تحریم و غیر تحریم و اینها رو دارن دوباره در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کلید میزنن، محضرشون عرض کنم مسئله عرضه و بیعرضگی است، نه مسئله این که ما تحریم رو میپذیریم یا مذاکره رو میپذیریم. بیا تازه اینا قرار بوده مطابق فرمان اوزی هوای دولت شیخ فری رو داشته باشن و از گل نازکتر بهش نگوین. اما ببینین کار به کجا کشیده که جک و جونه برای مجلسی حرف اوزی رو نمیخونن و هر بار به شکلی یه جفته که درست حسابی نثار شیخ فری میکنن. آی دکتر روحانی، یادتون هست گفتی چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم به یارانه نیازی نداشته باشند؟ یادتون هست که گفتید کاری میکنم هم سانتریفیوژ ها بچرخد هم چرخ اقتصاد؟ این چرخیدن بود که روغن نباتی را از 37,000 تومان به 140,000 تومان رساند. آی رئیس جمهور، 18 میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی گذاشته شد. آیا تغییری در سفره مردم حاصل شده است یا مافیاها ارز 4,200 تومانی را گرفتند و ثروتهای خود را بادکنکی افزایش دادند؟ وا
وای دوستان وضعیت عظما و شکفری خیلی قمر در عقربه. از یه طرف تو گل کرونا مثل خر گیر کردن، از اون طرف هم تحریما دارن مچالشون میکنن. سگ دعوام و بزن بزناشون هم که دیگه نگو و نپرس، این نظام آشولاش از این تونل به سلامت بیرون نخواهد آمد. بالا برن پایین بیان، آش سرنگونی به پاشونه. بله دوستان مرحمت زیاد. موسیقی.